چند پیش رسانه‌های قرقیزی بانگ خطر زدند که گویا نظامیان تاجیک 1 کیلومتر به قلمرو بحث میان ناحیه لخش و ناحیه جان علی ولایت اوش وارد شده کانتینرها نصب کردند. در رابطه با این مقامات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ادعای جانبی همسایه کشور را رد کرد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچی‌بیگ توشیف به جای حادثه آمده با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف تماس گرفته است و انتظار می‌رود که او نیز به مرد رود و ملاقات دایر شود. پیشتر از این بیشکک دوشنبه را به اغوا انگیزی متهم کرده و به سفیر تاجیکستان در قرقیزستان نوتای اعتراضی داده است. در نوبت خود وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در رابطه با رخداد اخیر مرزی به سفیر قرقیزستان در تاجیکستان نوتا داده گفته است که طبق حجت هایی که قبلا هر دو جانب به امضا رسانیده بودند اتریاد مرزبانی ما در قلمرو تفسیف شده تاجیکستان قرار دارد. آنچه آن جانب دعوا دارد با واقعیت سازگار نیست. چند پیش یک ساکن اسفره با امکش جنگ و جنجال نموده یک مشت به سر روی امکش میزند. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته روز 2 ایون در بیمارخانه به هلاکت میرسد. اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیا سعادت مینبایوه را دستگیر کرد که او با 4 نفر شهروند کشور برای به فدراسیون روسیه رفتن دعوتنامه های قلبکی تبابتی فروخته است. در فرودگاه بین المللی شهر کراسنویرسک فدراسیون روسیه معین گردیده است که دعوتنامه ها برای تبابت ساخته کرونا آماده شدند. از این رو مسافران را به جمهوری تاجیکستان بازپس گردانیدند. یک سرباز در ناحیه همدانی غرق شده است. به اطلاع منبع این مرزبان در پای گرمی هوا خواسته است که در رودخانه پنجاب شناوری کند و غرق شده است. در حال حاضر آب رودخانه از سرگاه دریای پنج بسته شده جستجوی جسد این سرباز ادامه دارد. حملگر دسته پی‌اس‌جی و تیم ملی برزیلیا نیمار در نزد مهمانخانه پورتو الگری با مخلصان جوان مناقشه کرد. فوتبال باز از اتوبوس میفرومد وقتی چند مخلص امنیت را رعایت نکرده نیمار را به آغوش گرفتنی شدند و قریب که او افتاد. بعدن خدمات امنیت با کمک نیمار آمده مخلصان را از او دور کردند. تماشابینان عزیز، این چند خبری مهم امروز بود. برای معلومات بیشتر به کانال ما آبونه شوید.